دادم موسیقی هم آدمیت رو به من اگه تا اونجا که استعداد داشتم داده، یعنی آموزشی که من توی عمرم گرفتم از این بزرگواران همش زدن زدن رو بایست بزنه هر کسی خوب، توجه کردی؟ هر کسی بایست خوب بزنه و کارش رو بایست عرضه خوب بکنه، ولی این از گذشت، این در یک کلام خلاصه از گذشت منیت سخته، این سخته که من نگم من میشه تواضع رو داشته باشم اون کارم رو حدی که خدا لطف کرده عرضه کنم. من دیدم اینجوری، حالا ممکنه بعضی دوست نداشته ولی من اینو دوست دارم. من فقط دوست دارم صبح تاشون زهر بزنم بس، سلام، صبح تاشون دوست دارم این تو بقلم باشه باش حرف بزنم، موسیقی هم هر جایی باشه صبحشون گوش میکنم که چیز بفهمم. چه موسیقی گوش میکنم؟ موسیقی ملی، موسیقی ملی خودمون رو خیلی دوست دارم و موسیقی ملی ممالک دیگر هم دوست دارم، مثل ترکیه، مثل عرب، مثل ارزم بردون، موسیقی هایی که با فواصلش به ما نزدیکه، بوی شرق میده. من درگیریم با خود موسیقی اینه که موسیقی رو خوب عرضه کنم، درگیری من اینه. مثالش هم میزنم، من رفته بودم آبشار نیاگارا، خونم کجا بود؟ اون ور خیابون یه خورده دورتر آبشار نیاگارا، اینجا آقای پایبر خاطره پروانه، 4-5 تا دیگه هم خواستم برن آبشار نیاگارا ببینن. آقای پایبر به من گفتش بلند شستی بریم، این مردم پول خرج میکنم یعنی اینجا رو ببینن. گفتم آقای پایوان من باید شب ساله بودم باید کار کنه، آبشار نیاگارا رو بیار دیدنم. من درگیرم اینه، سعی میکنم که کاری که میخوام بکنم وقت مردم رو نگیرم، وقت مردم رو حرام نکرده باشم، چون معتقدم به این که وقت ضایع کردن مسئولیت داره، چون مسئولیت داره پس بنابراین من باید بشینم جوری کار کنم، جوری عرضه کنم که اون موقع موسیقی عرضه بشه در راه درستش، اونجا اون چی که معرفتم، اون چی که میفهمم. عرضم به حضورتون موفقیت به نظر من در راستی و درست زندگی کردن با مردمه، خودش راه موفقیه. همش عرض کردم زدن نیست، زدن یک کشه، من باید بدونم با شما چجور زندگی کنم، اگر تونستم با شما زندگی کنم موسیقی من خوب عرضه کردم. موسیقی یعنی همین الان که این موسیقیه، نه این جای خودش، ولی موسیقی یعنی چی؟ یعنی صدای خوب، موسیقی یعنی زندگی خوب، موسیقی یعنی برخورد خوب، موسیقی یعنی انسان‌ها را احترام قائل شدن، موسیقی یعنی تواضع داشتن، موسیقی یعنی از منیت دور شدن و امثال این کلمات درباره موسیقی. من هدف یعنی افکارم اینه، حالا چقدر رسیدم چقدر نرسیدم یا فوتش با من. آموزش اون موقع سینه به سینه بوده و نوت نبوده مخصوصا در این کار، و وقتی که این استاد بزرگوار این کار کرد، خب وقتی که اومد رو علم بین الملل، خب الان تندیس 100% فهم میکنه دیگه، الان دیگه 124 اینا نیست، الان نوت میزنن جلو شاگرد میگن شما این 2 ضربیه بزن، این 3 ضربیه بزن، این 4 ضربیه بزن، امتحان میکنن استاد، میزنن میگن اینو بنویس، فرض کن من یه همچی چیزی میزنم اینو بنویس آقا این چه ریتمیه، باز تشخیص بده اگه ضرب زنه،
پس بگید 6 8 2 4 5 8 چی چیه؟ من یکی از شاگردام میشینه نوت و درس به شاگردام میده که نوت خونیشون قوی بشه، دیکته موسیقیشون قوی بشه. بعد از اون که اینجا کارش تموم شد در قسمت دیگه میاد پل خودم که مثل قدیم کم تصریفو میخونم میزنم، هم ریتمای متنوع براش میگم. اون کارهای قدیمی رو تقریبا در اون ساعتی که پلومنه تکرار میکنیم که هم این جدیده تمرین بشه هم قدیمی از بین نره. والا میزنم پیشرفتم کرده، ولی به نظر نقیر اون کسانی که این کار میکنه اینجور که بعضی هاشون ممیدن همش که نمیبینم، اونا که میبینم نظرم اینه که اون کاری که اونا میکنن روز استادی نیست، البته ابتکار دارن چیز عرضی کنن، ولی اون کاری که عرضی میکنه باید نظره استاد عرضه بشه، یعنی استاد ببینه سالها بره خدمت استاد بکنه بعد میتونه نوازنده خوبی بشه، میتونه اون کاری که شما میگی عرضه کنه از راه درستش که اون موندنی باشه، کاری که عمق نداشته باشه خب از بین میره دیگه. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که الان در حال حاضر بله نوازنده ممکنه زیاد باشه و زیاد هم باشن، ولی آیا ببینیم تمام اینها اون کلامی که حضرت استاد ترنی گفته عمل شده یا میکنن؟ من خیال میکنم اگر هم چند تایی میکنن خدا خیرش بده، اونا میتونن موسیقی رو درست حسابی عرضه کنن، چون اون رویه که اونا رفتن به مقصد رسیدن. تازه من به شما عرض کنم به مقصدم برسی سخت‌تره. چرا؟ گفتن که اسمالی، به من گفتن اسی، شما الان میخوای بری سر کوه، آدم سالمی هستی میری، یکم کوره یکی دستش میگیره میاد، یکم شله لنگون لنگون میاد، تازه اون بالا که رسیدی اونجا که استاد شدی رم به جریزه اونجا موندنی سخته. گفتم چرا؟ اونجا برف میاد، بلا میاد، پلنگ میاد، شیر میاد، تو باید اونجا بتونی خودت نگهداری. تازه کار مشکلت اول اون کلامیست که بهت میگن، مسئولیتت هم بیشتر میشه، هم کارت بیشتر میشه، زحمات این نیست که به اونجا رسید تموم شد، تازه اول گرفتاری. ببینید نوآوری که مبنا سنت باشه خوبه، یعنی از اون منبع استفاده کنه نو هم بیاره، یه جای خیلی هم خوبه. اما نوآوری که همینجوری فرض کن زر رو من اینجوری بگیرم بزنم که نوآوری نمیشه، که یه پوست اینجا بکشم بزنم که نوآوری نمیشه. اگر نوآوری دارم این تو این چارچوبی که هست بله بکنم خیلی هم قشنگه، اما چی؟ اما اونی که استادم گفته اونو نگرش دارم، فرض کن گفته این اشاره رو بزن، اکثرا این استفاده نمیکنم، سخته برای اینکه اینو حفظ کنم بعد بگم. شما تو موسیقی ما الان نوآوری میبینید؟ بله میاد کلیت موسیقی بله میاد بله نوآوری هست، اگر رو عرض کردم رو مبنا باشه خیلی هم خوب. که از استادم آموختم فرض کنید مثلا استادم به من گفته بزن نوآوری، من اونایی که نشستن فکر کرد فرض کن یک، فرض کن نقطه این انگشت گذاری هست که در این کار پیدا میشه، را فرض کنید مثلا مثلا امثال علاته استاد اینا رو میزد به این حالت، فرض کنید اینطور میزد، من دیدم که فرض کنید این کمه، مثلا این از اینجور انگوش گذاره ضمن کار پیدا میشه، فرض کنید مثلا، یا فرض کنید که همین حالت، این حالت هیچ کی نمیزنه، هیچ کسی نمیزنه، نه اینکه بلدم من ها، نه اینو استفاده نکردم، فقط این همین حالت که خب اینی
چیزایی که به مرور کار در زمین کار پیش میاد. اصلا موسیقی ما اولا این شادیه، ولی موسیقی ما اصلا از روزخونی اومده. همون آقایینی که بالا سر منبر دشتی میخونه، شعور میخونه، ابو عطا میخونه، خودش ممکنه ندونه، ولی موسیقی ما از اونجا اومده. این یه برای قضیه است. موسیقی اصلا شرق غمناک هست، ولی میشه شادم عرضه کرد. مثلا میگه شام قری بان حسین امشب بخونیم، غم داره دیگه. همین که رقاص بهش میرخصونن ها، گوش کنین چی دارم میگم، دارم نوحه بایی میخونم. شام علی بان حسین، پس اونم رو ریتم، اونم رو زهلا، با ضرب با تبله، تمام کون و مکان رو ضربه، تمام کون و مکان رو ریتمه. الان شما اینجا نشستی، اون پاتم انداختی رو با دستم، اون اگه نزنه نمیتونی سوال هم میکنی. نه اینقدر ضرب مهمه، ولی توده مردم، حتی خود موزیسیناش هم شاید میگن نه ساز مشکل تر. بله تکنیکش مشکل تر، سنتور، ویالون، پیانو، بله اونو قبول داریم. این چیه که من در مقابل 72 تا سین که ارزنده میکنه چقدر اینو بزنم؟ قصه نمیشه، قصه میشه. بس باز برم یه کاری بکنم که منم اینجا بگم و ضربم هست دیگه. بله این مشکلیش در این بوده قضیه است، چون هیچی نیست، ساده است. بخوای عرضه کنی کار میخواد، فکر میخواد، هزار ابعادی میخواد که بشی اون بزرگانی که قبلا بود. آقای پایور اصلا خودش یه ارکستری داشت که فقط ملودی ساز میزد، به خواننده کاری نداشت. میگو این خودش هم یه استقلالی داره، میتونه شنونده داشته باشه. اوورتوی مقدمه میزدیم بدون کلام که ارکستر خودش نشون داده، بعدم با کلام که اصلا موسیقی ما با شعره. وقتی ارکستر تنها میزنه یه مقدار برشون تعجبه که چرا اینا، در صورتی که این خودش میتونه عرضه کنه، میتونه نیم ساعت، یه رو یک ساعت برای بیننده کار عرضه کنه دیگه. الان آرزو هم تا زندم خوب ضرب بزنم، سلامت باشم خوب ضرب بزنم و سلام. آخه من کار دیگه نمیخوام بکنم. آرزوی چه آرزوی بهتر از این؟ من که 70 سال عمرمو گذاشتم روی این، چی بهتر از این که من الان با میخوام عرضه کنم کار خوب عرضه بشه.